را دیگه همراه بفرمایید. الو، سلام، عرض می‌کنم دکتر. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. وقت من شما خدمتتون زنگ زدم به خاطر اینکه گفتم که بدون شک من برنامه‌هاتون رو فالو می‌کنم و نکات خیلی خوبی رو از دیگران در واقع که مطرح کردن و توصیه‌های شما در واقع استفاده کردم. گفتم که شاید حداقل دیگران از اشتباهات من هم شاید بتونن درسی بگیرن. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من 53 سالمه آقای دکتر، خانومم 49 سالشه، ما 10 ساله که توی استرالیا هستیم. من بچه دومی خانواده هستم و خانومم هم بچه اول در واقع خانواده است که در واقع دوتا برادر داره و من یه برادر و یه خواهر، یه خواهر بزرگتر، یه برادر کوچیک‌تر دارم. خب چه مدتی ازدواج کردید؟ ما 10 ساله که الان تو استرالیا هستیم، حدود 25 ساله که در واقع ازدواج کردیم. حاصل ازدواج در واقع دو تا دخترن که کالجشون رو تموم کردن و همه چی در واقع. من سنشون رو میخوام. سنشون رو میخوام. 21 سالشون. 21 سالشون. من دو قلوه. بله، دو قلوه. بله. آیا آیدنتیکال هستن همشکمن یا متفاوت؟ بله، آیدنتیکال هستن. اوکی عزیز. نکته ای که در واقع من میخواستم حالا در واقع استوری به اینجا رسیده، از اول کوتاه در واقع بکراند خدمتون عرض کنم. ازدواج کاملا سنتی، خاله اون، عمه اون رو میشناسه و اینجوری، و به این صورت در واقع ما آشنا شدیم با این خانواده. فوق‌العاده خانواده رستریکتد و خیلی مذهبی و نه دختر اینجوری نباید باشه و اونجوری نباید باشه. بعد از خلاصه شاید جمعاً مثلا من بگم شاید 10 ساعت، شاید 15 ساعت، ما با همدیگه تونستیم به صورت کاملا فرمال تو محیط خانواده با همدیگه در واقع صحبت بکنیم و بدون شک پوشینگ فاکتورهای خیلی زیادی از خانواده بود که حالا چی شد، پس چیکار میکنین، عقد کنین، فلان کنین، بسار کنین. و در واقع من اونجا یه نتایجی گرفتم و واقعیت این بود که شاید اینقدر شجاعت نداشتم که کات کنم، شاید به خاطر اینکه فکر میکردم که اگه کات کنم نامردیه، فکر میکردم اگه این کات کنم خیلی به قول معروف نمیخوام آدم بدی باشم و ادامه دادم. به خاطر اینکه به این نتیجه رسیده بودم اون موقع، با اینکه اون مدت خیلی کوتاه بود، خیلی پروگنوز خوبی نخواهد داشت در واقع این داستان. و این قضیه در واقع و استاک شدم و تو این استاک بدون شک همونجور که میبینین همه چی به قول معروف بدتر و بدتر میشه، مسئولیت ها بیشتر میشه. ازدواج، من تازه شروع به کار کرده بودم، شاید مجبور بودم روزی هفته 60 ساعت 70 ساعت کار کنم. خانمم دانشجو بود اون موقع و علایه حالن گذشت و طبیعتاً خب 3 سال شما ازدواج کردیم، پس بچه‌تون کوش، خانواده فشار و شاید بهترین در واقع اتفاقی که اون به من افتاده بود در واقع داشتن دختران بودم. داستان همینجوری ادامه داشت در واقع. کارخانه کار، شاید هم خوابی وجود نداشت عملا. کار و هر دوی شما رشته تحصیلیتون چیه؟ شما و همسرتون؟ من پزشک هستم، من ایران پزشک متخصص هستم، متخصص بودم. خانمم هم دندان پزشک. و تو این 10 سال تو استرالیا به کجا از نظر شغل و کار قرار دارید الان؟ خانمم دندان پزشکه و من هم پزشکم. بسیار عالی. خب متاسفانه چیزی که حالا من همیشه ریگرت هستم براش در واقع بچگی دختران بود که شاید مثلا 4 دفعه در هفته میتونستم ببینمشون و نتیجه این کار شد که همونجور که حالا شما هم در شاید چیزی یادتون باشه از ایران، طبیعتا شما کار میکنین و مطبتون رو میخرین،
نمیدونم ماشین بهتر میخرین، خونه میخرین، یکی رو دوتا میکنین، تا به این نتیجه رسیدیم که بچه ها عاقبت خیلی خوب، شاید آینده خیلی خوب، حداقل سیفتی و سیکیوریتی خیلی خوبی تو ایران ندارن. تصمیم گرفتیم که بیایم استرالیا و اومدیم استرالیا. خیلی خوشحالم از اینکه اومدم و همه چی اینجا خوبه. اما چیزایی که در واقع در رابطه با خودمون هستش، تقریبا ازدواج ما به کار و بعد خانه و ما پرابلم سالوینگی عملا نداشتیم. ما سر رستوران رفتن دعوامون میشد، سر اینکه این کلینیک چرا اینجاست نتایج به جاهای خیلی باریکتر کشیده میشد و اونجوری که در واقع ما میخواستیم و اون چیزی که باید در واقع خانواده باشه و من ازش توقع دارم و خانومم از من در واقع توقع داشته بدون شک نبوده. من فکر میکنم که شاید من از اون آدمایی بودم که شما میفرمایین که به قول معروف مال ازدواج نیستن، borderline personality disorder، شاید من همچه آدمی هم، شاید کاراکترم شبیه اونها هستش و خانوم خیلی دختر هارد ورکینگی بود، خیلی سعی و تلاش میکرد، خیلی در واقع مایه گذاشت برای یک در واقع زایمان دوقلو، بچه دوقلو در حالی که درس میخوند. اما چیزی که مهمه اینه که من همیشه متهم بودم به عنوان تمام مردهایی که در سالهای گذشته به زنها در ایران در واقع زور گفتن. من نماینده تمام اون مردها بودم. پس بالاخره شما رو پیدا کردن. بله بله. بنابراین خدمتتون عرض می‌کردم که حالا چیزی که الان در حال حاضر در واقع علتی که در واقع دوست دارم بیشتر روش شما توصیه به من بدین، من جاب آفری داشتم که مقداری از خونم دورتر بود و اون رو گرفتم به خاطر اینکه بتونیم یه ذره در واقع سپیس بیشتری به هم دیگه بدیم و بتونیم شاید جدتر بهتر فکر بکنیم. از اقل چیزی که مهمه برای من این در واقع این سیکیوریتی که در واقع همواره خانم من از اول باش درگیر بوده. به فکر این افتادم که شاید به خاطر اینکه دختر بوده و دوتا پسر بعدش اومده و همونجور که میدونیم پسر پرستی the rule، شاید ایگنور شده، شاید میس شده در واقع توی خانواده و این insecurity از اونجا میاد. چرا میگم insecurity؟ به خاطر اینکه من از اول ازدواج سعی کردم که هر چیزی که به یه زن میتونه security بده، خونه داشته باشه، داشتش، ماشین باید داشت به اسمش باشه، عاشق اینه که چیزی به اسمش باشه. و من فکر میکردم که خب این هرس و این در واقع این شاید دنبال سیکیوریتیه و من این انجام دادم و من مخالف در واقع 50-50 نیستم، موافق 50-50، ولی اون همیشه بیشتر از 50% خودش رو خواسته از زندگیش. و حالا الان چیزی که حالا مهمه این، اونا در واقع دلایلی بودی که من فکر میکردم حالا البته من ببینید آقای دکتر، نه بذار من این نکته کوچک اینجا خدمت ببینید، در این گونه موارد مسئله داشتن هیچ وقت مشکل امنیت رو از بین نمیبره، مسئله بودن و شدن. یعنی من برسم به اینجایی که من حالا سکیورم با همین، ولی اینکه شما، من با آدمای روبرو شدم که چند صد میلیون دلار داشتن اما سکیوریتی مالی نداشتن، یعنی اونجا گرفته. و چون وقت کمی هست الان واقعا به کجا رسیدید و یا اگر پرسشی هست چه هست؟ من الان در واقع زنگ زدم که ببینم واقعا فاصله من با ریالیتی چقدره و الان من واقعا اون در واقع روش فکر کردن من درسته یا نه غلطه. نه علیت رو رها کنید، نه بذار همینجا صبر کنید آقای دکتر، علیت رو رها کنید، واقعیت دارن از هر جو اومده اومده. آیا شما الان با این فاصله که گرفتید چند روز فاصله گرفتید؟ یعنی مثلا آیا شده که شبهای جای دیگه میخوابید یا فقط یا؟ بله بله بله، الان من بیش از 1000 کیلومتر فاصله دارم، یک آفر کاری خیلی خوب داشتم. چقدر فاصله دارید؟ ببخشید 1000 کیلومتر. نه اون که دیگه اسمش فاصله نیست، اسمش در یه جای دیگه زندگی کردنه.
دقیقا همینجوری دیگه، یعنی من در واقع یه جاب آفری رو گرفتم که خیلی فاصلش از محل زندگیم دورتر بود. خب حالا شما تصمیمتونی که اونجا برید بود. و بچه ها میمونن با مادر، درسته؟ بله بله، بچه ها میمونن با مادرشون، اونا خودشون کار میکنن، درسشون تموم شده، ایندیپندنت هستن. چقدر رو اونا اثر میذاره نبودن شما؟ هر روز با هم دیگه حرف میزنیم، موقعهایی هم که به هر حال دکتر یکی از کانسیکونس هایی که در واقع این مدل ازدواج و این مدل در واقع کار کردن توی جوانی ما داشت همین بود که در واقع ما اون در واقع باندی باید وجود داشته باشه بین بچه‌ها و پدر مادر رو متاسفانه نداشتیم، به خاطر اینکه بچه‌ها بیشتر از اون که با مادرشون باشن با بیبی سیتر بودن، شاید 3 بار تا 4 بار در هفته مثلا ما با هم دیگه میتونستیم آخر هفته ها رو ما سعی میکردیم تا موقعی که بچه بودن با هم دیگه باشیم. الان دیگه بزرگ شدن. خب الان چقدر شماها دوتا رو میخوان؟ نه الان مثلا با توجه به که دو قلو اند آیدنتیکال هستن، چقدر با هم و دوتایی با هم راحتن و ضمناً کنار همن و شبیه همن از نظر نوع زندگی و گذران؟ یعنی اگر فرض کنید 10 تا پارتی میرن، هر 10 تا هر دو تا هستن، نصفش با هم هستن، هر کی راه خودش رو میره. بله دقیقا همونجوری که حالا شما بدون شک بهتر از من میدونین، دقیقا تو یه تیم هستن بدون شک، ولی دوستای خودشون رو هم دارن و ما هم دوست داریم این رو، به خاطر اینکه جفتشون خب هر کدومشون یه رشته متفاوت خوندن، دوستای دانشگاهی خودشون رو دارن، ارتباطات خودشون خب رو دارن. خب اون که درسته، اون که درسته، بنابراین به شما اونگونه احتیاج ندارن. نه چقدر از اختلافات دلیده. شما خبر دارن و چقدر وقتی فکر کنن بینتون دوریه، ای بسا دشمنی دیگه نیست؟ چون در زبان فارسی میگن دوری و دوستی، ولی دوری نه دشمنیه جان. بله دختری من خیلی خیلی خوب و باهوشم، خیلی این سایت بهتر از حداقل من دارن و یه دفعه به من گفتن که بابا ازدواج شما اکسپایر شده و من بهش گفتم که من دارم سعی میکنم که مینتینش کنم، سعی کنم نگرش دارم، ولی واقعیت اینی که دلم نمیخواد که 20 سال زندگی آیندم رو توی این شرایط در واقع زندگی بکنم، چون یه چیز خیلی بزرگی میس شده. شاید من همه چی داشته باشم ولی اون چیزی که دوست دارم و میس شده باشه رو ندارم که توی زندگیم در واقع حذف شده. من کیررم، من سعی میکنم تا اونجا که بتونم دخترامو حمایت بکنم تا هر وقت که بتونم، ولی چیزی که خیلی مهمه و منو آزار میده اینه که بازم الانم که الانه با اینکه تصمیممو گرفتم که سلف سافیشنت باشم و ایندیپندنت باشم و کاری به کار کسی نداشته باشم، بازم تای ذهن من به این نتیجه رسیدی که من دارم این سیکیوریتی خانومم رو بازم دارم بدتر میکنم. نه آخه چه اهمیتی داره؟ آخه برخی از اوقات ما بر اساس عدم امنیت به خودمون میاد. نه ببینید عزیز، شما اگه قرار بوده از یه مسیری یه کاری رو درست کنید یا یه حفره‌ای رو پر کنید، اون کار نشده بعد از 25 سال، بنابراین دیگه دلیل نداره دلیدن. که همون رو تکرار. مثلا همچین مسئولیتی با شما نیست که همسرتون رو بهشون امنیت بدید. حالا پرسش من، گرچه متأسفانه وقت کمه، شاید یه وقت دیگه تش برید، سوال من ازتون اینه، الان همسر شما وقتی مسئله جدایی یا دور بودن، حالا به هر حال کاری به کار هم نداریم مطرح میشه، چقدر به هم میریزن یا اینکه نه با توجه به اینکه بچهای کنارشونن احساس میکنن که اتفاق خاصی نیفتاده؟ وقتی من بهش گفتم که ببینی جاب آفر خیلی خوب دارم و من میرم از اینجا که شاید یه فرصتی داشته باشیم که ما بتونیم ریوایز بکنیم ببینیم آیا واقعا ارزش ادامه دادنش رو داره یا نداره، نه من اینو نمیخوام، نه من نمیخوام این تصمیم بزرگ رو بگیرم، این تصمیم خیلی بزرگیه و من نمیخوام اینو بگیرم. این جواب تصمیم ایشون نگرفتن، میدونین شما موافقتشون رو خواستید یا نظرشون رو خواستید؟ تصمیم رو که نه نظرشو خواستم و من گفتم که ما با هم بله نظر ایشون چی بود؟ نه نظرشون این که نه من دوست دارم هنوز این ادامه پیدا بکنه، من دوست دارم همینجوری باشه، من دوست دارم ادامه پیدا بکنه. خب اگر شما با هم اشکال اختلاف دارید، ایشون نظرشون همچنان این است که ما با وجود یا باهان نه ببینید عزیز، یه زمانی هست با توجه به داشتن دو تا دختر یه ذهنیت وجود داره که ما به زندگی اونا آسیب میزنیم، مثلا در جهت ازدواجشون که البته در یه جای مانند استرالیا میتونه درست باشه یا نباشه یا کمی درست باشه،
اما خود ایشون شما ببینید، شما یه نوع رابطه ای هم دارید در گفتگوهاتون پیداست که نقش پدری دختری رو خواستید ایفا کنید و این کار دستتون میده. و برو الان چرا نظر ایشون، نه اینکه من موافقم که شما برید، نظر ایشون برای شما مهمه. اگر شما فکر کنید از این طریق شما راحت تر آسوده ترید، بچه هم آسیب نمیبینن، حتی اگر ایشون ناراحت میشن خب بشن، برای که حاضر نبودید و یا ایشون نبودن که همکاری کنید مسائل و مشکلات رو حل کنید. دقیقا همینجوری. بنابراین خب من شما یه هزینه ای میپردازید وقتی رعایت یه اصولی رو نمی کنید. برای تازه اینا که اصلا یه چیز دائمی همیشگی نیست، یعنی فعلا میتونید 3 ماه 6 ماه این کار رو بکنید. حالا از نظر شغل و کارتون ممکنه یه تعهد بلند مدت تری رو بخوان، ولی اونم میشه بعدا یه کاری براش کرد. ولی اگر شما یه زمانی تصمیم گرفتید برگردید، یا خودتون خواستید، یا شرایطی به وجود اومد که برگردید، خب برمیگردید. این تصمیم نهاییتون نیست. من توصیه‌ام اینه که حالا اگر میخواید این کار، اگر میخواید شما این کار کنید، این کار رو بکنید، ولی آماده باشید برای هر تجدید نظری. یعنی یه نوع پلها رو پشت سرتون خراب نکنید. یعنی دلیل داره برای فایل کردن چیزی از نظر قانونی، نه اصلا قرار بقیه بشه، فعلا به دلایل شما یه همچین پیشنهادی بهتون شده و فکر میکنین از نظر حرفه ایتون صلاحتون اینه و بنابراین میرید و برخی از اوقات هم برای یه دکتر من سفر. ببخشید قطعتون میکنم، من این کارو کردم و الان 6 ماهه که ما جدا شدیم. خب پس حالا خودتون فکر کنید تصمیم درستی بود یا نه؟ من مطمئنم که تصمیم درستی بود. پس برای چی میخواید تغییرش بدید؟ ایشون فکر میکنید به چه نتیجه ای رسیدن؟ دردم میگیره دکتر، این درد میاره برای من که من مثلا با یه نفر 25 سال زندگی کردم و الان دلم براش تنگ نمیشه. این من اشکال دارم؟ حتما دارید، ولی کارش نمیشه که. واقعیت به هر حال ببینید عزیز، اشکال کار در همون مقدمه ای که شما درباره ازدواج چیدیته. یعنی شما در حقیقت هر دو مثل یه مرغ پرنده بودید که گفتید حالا چون بقیه اینجا دور بر قد قد میکنن، ما بالامونو بچینیم که مثل بقیه باشیم. و این همون چیزیست که من همیشه عرض کردم، دو تا مشکل ما، یکی مهرطلبی، یکی وابستگی. وابستگی و مهرطلبی شما رو به یه ازدواج نامناسب کشونده و بعدا هم حتی بعد از اینکه متوجه اشکال و اشتباهات شدید، یکی دو سال اول جدا نشدید باز به خاطر وابستگی و مهرطلبی. حالا که بچه ها اومدن اصلا خب کل تصویر و معادله به هم میرزه و عوض میشه. ولی اگر الان شما 6 ماه رفتی فعلا ادامه بدید ببینید چه میشه. هنوز به نظر من 1 سالتون رو صبر کنید ببینید که به کجا میرسید، بعدا تصمیم بگیرید. اگه خواستید یه موقع دیگه اگر تشریف بیارید شاید بتونیم بیشتر با یه جزئیات صحبت کنیم، ولی لطفا نقش پدری رو از همسرتون دور کنید. نه صلاح ایشون نه شماست، نه صلاح بچه هاست. برای ایشون به اندازه کافی هم آدم حرفه‌ای هستن، هم 10 سال تو استرالیا هستن، هم به هر حال 2 تا بچه های کنارشون هستن. دلیل نداره که خیلی به هم بریزن یا مسائل و مشکلاتی رو برای خودشون یا دیگران به وجود بیارن. برای بذارید ببینید چی میشه. بچه ها هم به هر حال یه ذره با این شرایط عادت بکنم. من خیلی سوالا دارم در خصوص بچه ها، در خصوص نظر و نگاه و نظر، ولی متاسفانه من چون با آخر وقتم رسیدم، شما متاسفانه نفر آخر بود. یه موقع دلتون خواست میتونیم من حت... بیشتر من اگه اشکالی نداره آقای دکتر، حتما من اگه اشکالی نداره بعدن به دفترتون تماس میگیرم. حتما نه دفتره که من گفتگوی خصوصی متاسفانه نمیتونم بکنم اون رو، چون نمیخوام اگر یه موقع برای که ببینید، من متاسفانه ظرف این 8 سالی که رادیو همراه بوده به خاطر 20 ساعتی که رو خط رادیو هستم و به هر حال مسئولیت رادیو رو دارم، یک نفر رو هم نتونستم ببینم، چه کسانی که حتی سالهای سال اینجا باشون کار کردم. اینی که فقط اگر لطف کنید روی خط اگر خواستید که اگر اصلا فکر کنید مفید حتما حتما با کمال میل. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر.